با نام یاد خدا، سلام عرض میکنم خدمت فالوورای عزیزم. تاریخ ایران رو ادامه میدیم با پادشاهی یزدگرد اول یا ایزدگرد. این پادشاه یه پادشاه خیلی در واقع عجیبیه به لحاظ تاریخی. چرا این حرف رو میزنم؟ برای که توی منابع دو تا چهره کاملا متفاوت از این پادشاه به تصویر کشته شده. منابع یهودی و مسیحی اون رو یک پادشاه مهربون نیکوکار میدونن، اما منابع فارسی عربی یا همون منابع زرتشتی اون رو یک پادشاه گناهکار، فریبکار، در کل یک پادشاه با خصوصیت اخلاقی بد میدونن. حالا چرا این نگاه دوگانه سیاه و سفید نسبت به این پادشاه وجود داره؟ وقتی یزدگرد به قدرت رسید، پادشاهی بود که سلجو، حتی لقب رامشرس یا همون سلجو رو برای خودش انتخاب کرده بود، با رومیا که توی وضعیت واقعا بدی گرفتار شده بودن دوستی کرد، در حالی که میتونست از اون وضعیت بد استفاده کنه و به رومی ها شکست های زیادی رو تحمیل بکنه، چون رومی ها توی وضعیت خیلی بدی بودن. اما اون ترجیح داد با رومی ها صلح کنه و این روحیه صلح طلبی یزدگرد فقط به نفع رومی ها تموم شد. یزدگرد برعکس پادشاهان قبل از خودش با اقلیت های مذهبی، مخصوصا مسیحیان، رفتار خیلی مسالمت آمیزی داشت و به اونها آزادی عبادت داده بود، به اونها اجازه داده بود برن کلیسا بسازن. اون حتی با یکی از همسرای خودش رو از بین قوم یهود انتخاب کرده بود و این باعث شده بود که یهودی‌ها و مسیحی‌ها در دوره پادشاهی اون احساس رضایت خیلی زیادی بکنن. این رضایت مسیحی‌ها مخصوصاً باعث شده بود که موبدان زرتشتی از یزدگرد ناراحت بشن، از سیاست‌های اون گله بکنن و منفور موبدان زرتشتی شده بود یزدگرد. این تساهل و رفتار مسالمت‌آمیز با مسیحی‌ها تا جایی پیش رفته بود که حتی بعضی ها فکر میکردن که یزدگرد اول مسیحی شده. این رفتار در کنار اون رفتار صلح‌جویانه باعث شده بود که حتی امپراتور آرکادیوس، امپراتور روم، توی وصیت‌نامه‌ای که کرده بود در واقع قیومت و سرپرستی فرزند خودش رو به یزدگرد بسپاره. سلطنت یزدگرد اول 21 سال طول کشید و در پایان این 21 سال اون در بین بیشتر رعایای خودش یک پادشاهی بود گناهکار. و زمانی هم که در، اگر اشتباه نکنم، گرگان یا خراسان، منطقه توس کشته شد، این مرگ رو در واقع مردم رعایا گذاشتن به پای گناهکار بودن یزدگرد و این رو مشیت الهی دونستن. در منابع اومده که هنگام شکار به ضرب لگد یک اسب آبی کشته شده. خب این خیلی مرگ شگفت‌آوریه و خیلی مشکوک که در واقع اصلا شدنی نیست، چون امروز روز خیلی از علوم به کمک علم تاریخ اومدن و شواهد زیستی توی ایران نشون میده که ما اصلا اسب آبی نداشتیم تو ایران. اسب آبی یک گونه‌ای که تو آفریقا بوده، اینجوری که بگیم حالا شاید مثلا در گذشته بوده و منقرض شده، نه، شواهدی از بقای همچین حیوانی تو ایران اصلا وجود نداشته. اینها در واقع شایعاتیه که موبدان سر زبون‌ها انداختن تا توطئه قتل یزدگرد رو پوشش بدن و مردم متوجه این قضیه نشن و فکر کنن که خدا به خاطر گناهانی که یزدگرد کرده بود اون رو عقوبت داده. نه، یزدگرد به احتمال خیلی خیلی قوی به دست موبدان و درباریان کشته شده، احتمالاً زهر داده شده و همین بزرگان، موبدان، درباریان از ترس انتقام فرزندان یزدگرد بود که مجبور شدن یکی از فرزندان اون رو که شاپور نام داشت و پادشاه ارمنستان بود رو، اون رو هم بکشن تا از انتقام فرزندان یزدگرد در امان باشن. اما در نهایت یکی دیگه از فرزندان یزدگرد با نام بهرام پنجم
یا همون بهرام گور به قدرت میرسه و ما در فایل صوتی آینده ادامه تاریخ ایران رو در دوران سلطنت بهرام گور رو با هم مرور میکنیم. فعلا خدا نگهدار.